دوستای ما از رادیو همراه پخش میشه همیران عزیز ارجمندم. اونایی که خوابهاشون رو دور میریزند امید به آینده رو حتما از دست دادن. ولی منظر از برنامه با کسی؟ با سرکار خانم هما سرشار عزیز. چه جمله فیلسوفانه. سلام. خوب بود. سلام بر شما. داشتم فکر میکردم چی گفتیم ببینم من امیدم از دست دادم یا نه. یه زور دیگه تکرار کنیم. اونایی که خواباش رو دور میریزن امید باید در از دست. نه من خوابام دور نمیریزم. نمیریزی؟ نه خیلی. من که قرص و بخشم نگه میدارم. به نظرم مهمه خواب آدم. حتما. بیشتر خوابام یک روزی واقعی میشن دیگه. مثل آرمان های آدم هم دیگه. بخار میشه مثل آب میره آسمان برای یه روزی میباره. خوابای اثرگذارم از ذهن آدم نمیره هیچ وقت. خیلی از خوابا رو شب میبینید فکر میکنید که خواب دیدید ولی صبح بلند میشید یادتون نیست. ولی اونا که اثرگذاری یادتونه، بعد بعضیش هم بهتون انرژی میده، فکر میده. میتونم بپرسم این خانمی که پروز نشسته کیه؟ این خانم نازنینم که پر منشه، یکی دیگه از دخترهای منه. ناکتای پهلوان نازنین. اگه دید ناکتای یعنی چی؟ ناکتا شما میدونی منشو چیه؟ گلابی شیری. آره؟ والا تا قبضی آقا میبودی من ببینم تک بود، ولی معنی گلابی شیری نمیده. درود به شنوندگان از رادیو همراه. درود به شما آقا میبود. درود به شما خانم سرشار. درود. همه چی خوبه؟ بسیار عالی. بفرمایید. و آقای کتانچی عزیزم بابا هستن. آقای کتانچی خیلی خوش آمدید. درود بر شما. خیلی متشکر. درود. هنرمند برجسته همه هر دو. خواهش میکنم. لطف دارید. هنرمند از همه بابت. هم روی صحنه، هم قلم، دست به قلم، هم کارگردانی. بچه‌ای پرکاری که هر آن برنامه روی صحنه میبرند لذت بخش عالیه و این آخرین کارشون افتخار آفرینم بوده، چون که جشنواره معتبری در لس آنجلس پذیرفته که اجرا بکنن روی صحنه سه شب در ماه جون. خیلی فوق العاده است. به زبان انگلیسی؟ به زبان انگلیسی. کاتون چه بازیگر خوبی است، هم کارگردان خوبی است. ناکتا جالبه، هم پژوهشگر خوبیه، هم قلمش خوبه، هم بازیگر خوبیه. ترکیب خیلی خوبی هم با هم دیگه. خوبی های دیگه هم داره. به شما بشکنید. بقیه با شما روابط عمومی عالی، دوست داشتنی، کلا مثل همین همه دوستش دارن. خوش اخلاق. خوش اخلاق بله. همسر خوب. اینو باید از علی عزیزی هم بپرسیم. خوش اخلاق از علی هم باید بپرسیم البته. دختر خوب. دختر خوب خانواده. از مادرش من پرسیدم، همچه از پیدا هر دو ازش خیلی راضی هم. من دیگه دارم خیلی خجالت میکشم. نه واقعا ما چندین سال داریم با هم کار میکنیم، همینجوری از اینکه توی یه گروهی با هم آشنا شدیم در کنار هم بازی کردیم شروع شد و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و هی جلو میره و من از این بابت خیلی خوشحالم. خب اینکه آمریکایی‌ها انتخاب کردن کار اینها رو شما توضیح بدید خانم. من تا اونجایی که میدونم خدمت شما توضیح بدم و دوستان، یک عکاس آمریکایی بود در یک دوره، احتمالاً شما شاید هنوز اون موقع به لس آنجلس نیومدید یا نیومده بودید یا اومده بودید، در تمام نشست‌های ایرانی‌ها شرکت می‌کرد و علاقمند شد که اصلا یه پژوهش وسیعی بکنه راجع به جامعه ایرانی و او اولین کسی بود که یه لغت رو ابداع کرد که هنوز ما داریم ازش استفاده می‌کنیم. تهران‌جلس. کتاب چی بود؟ ران کلی. ران کلی که خیلی هم علاقمند بود اصلا به جامعه ایرانی، دوست داشت، میومد همه جا، میومد همه ما در اون دوره دوستان او بودیم. کتابی هم که چاپ کرده جزو کتابای مرجع هست در مورد جامعه ایرانی، هم مصاحبه کرده، هم عکسای فوق العاده گرفته. یه کتابیه که ماندگار شده برای جامعه ایرانی، ولی اون چیزی که بیشتر از همه ماندگار شد کلمه تهران جلسه. حالا جوانان عزیز نازنین هنرمند ما یه نمایش دارن روی صحنه، یک بار یه نمونهش رو در کتابخانه مرکزی لس آنجلس روی صحنه بودن به مناسبت نوروز، ولی اصلش رو میخوان روی صحنه ببرن. منتها خود ناکتا یا افشینجان به ما میگن که چگونه شد که جشنواره انتخابشون کرد. حالا قراره این نمایش که اسمش هست تهران جلس رو سه شب، سه تا یک شنبه ماه جون، از این یک شنبه نهم که شروع میشه،
روی صحنه ببرن برای این جشنواره و بعد در یک شنبه آخر ماه جون فارسیش رو به زبان فارسیش رو و کاملش رو در باکلی تیتر اورنج کانتی رو صحنه ببرن. چقدر کاملا والا من long story or short version قصه تهران جلس از اینجا شروع شد که ما هفت خان آزادی رو که روی صحنه داشتیم می بردیم مدیر یکی از شعبه های کتابخونه مرکزی دعوتشون کردن باشون آشنا شدم و دعوتشون کردن اومدن دیدن و خب خیلی علاقه من بودن گفتن بین یک کاری برای نوروز انجام بدین و خب من چند تا رفرنس موزیکال تو ذهنم بود این The Heights یا هاملتون مثلا این گفتم میشه یک کاری که ولی خب بودجه میخواد چون کار متفاوت خب علی عزیزیان چون هم موزیکال هم خیلی من همیشه مثلا میخوام کوچیک کنم اون هی بزرگ میکنه دنیای منو که مثلا حتی تو متنم اصلا این متن نبود یه متن خیلی تئاتری خیلی چدم یه ذره درام بود و علی تبدیلش کرد با شخصیت ها رو گفت اینجوری اینجوری کنار هم بچین موزیکالش کنیم یعنی بهش بالا پر داد که به این شکل در اومد و موقعی که از من گفتم آقای رامین نادری مدیر کتابخونه مارتویستا که برای نوروز فستیوال نوروزی کاری راجع به ایرانیان در لس آنجلس بسازیم من گفتم خب این مینیمم یه بودجه میخواد چون موزیسین دنسر اگه بخوایم کار متفاوت بکنیم که تا حالا نشده و 9 ماه طول کشید که یک گرانتی که مینیمم باجت یعنی مینیمم باجتی که من و علی دستمزد نگرفتیم یعنی ماها سعی کردیم مینیمم در واقع به گروه پی بشم ولی ساعتی مثلا $1 حساب کنیم نشد دلی بود واقعا همه دلی بودش ولی خب بازم اپریشیت میکنم هم کتابخونه را دیپارتمان فارسیشو چون واقعا همون اگه نبود اصلا نمیشد بعد گفتن کتابخونه گفتش که آره اینو حالا به انگلیسی هم ترجمه کنین که پابلیش بشه این پلی قشنگ و اینا و فستیوال فرینج هم در راه آمدن بود من یک دوست امریکایی دیدم جنویف جوی که ما با هم کار کردیم قبلا الیس این پرژیالند رو که گفتش که بیا اینو ببریم فرینج گفتم باشه میتونیم اینو صحبت کنیم و مثلا بفرستیم اینو توی پروسه اون کار بیم که علی عزیزیان گفت بیا تهران جلس رو ببریم هم از مور رلوانت هم همه بچه ها هستن چون جنویف توی تهران جلس هم بازی میکنه و ایز باد آس و زمانشه که کامیونیتی امریکایی ما رو به عنوان یک پرژن کامیونیتی که یک آمبرلای هستیم با فیت های مختلف با ریلیجن های مختلف اتنیک های مختلف آشنا بشن با هم و تو تهران جلس این اتفاق میفته بعد گفتیم خب آقای عزیزیان پول نداریم دیگه خود علی هم پرودیوسر هم فاینانشالش شد این سری هم پرودیوسر کل تولید این کار و موزیکا و بند رو بزرگتر کرد و دوستای میوزیشن خیلی همراهی کردم واقعا اونام دیگه دارن دلی کار میکنن تبدیل شد به من متن ترجمه کردم واسه فستیوال و پیاری که چیز بود فرستادم و نتیجهش این شد که ما چقدر عالی چقدر یعنی یه کار هالیوودی بزرگ متعلق به جامعه ایرانی با بودجه سریلانکا میگه علی عزیزیان طرفدار بزرگ کردن قضیه مثل جمهوری‌خواه دموکرات اونا طرفدار دموکرات طرفدار دولت بزرگ هم جمهوری‌خواه طرفدار دولت ذره بینی خب آقای کتان چی؟ شما چی خاطرتون در این همین زمینه تا اینجا؟ در این زمینه که داستان من ناکته همیشه اینجوری که زنگ میزنه افشین میخوام یه کاری شروع کنم من اوائل خیلی چیز بودم گفتم خب باشه بریم و اینا الان دیگه میدونم که آخرش اون چیزی که اولش تعریف میکنه نیست مطمئنم ولی همیشه با اطمینان کامل و با عشق و با دل واقعا کار میکنیم تهران جلس هم همینجور بود ببینم روی تر مشترکاً هم کار میکنید رو تر نه ناکتا معمولا میاره ولی در حد که توی تمرین ما یه سری کارا رو بتونیم اضافه کنیم شخصیت ها رو واسه هم در بیاریم روشون کار بکنیم با هم فکر کنیم راجبشون اتوت بدیم به بچه ها تو کارگردانی که 100% is a partnership یعنی به خاطر اینکه خب تجربه ای که افشین داره
من هم ازش یاد میگیرم، هم باش کلابریت میکنم. توی خود حالا تهرانجز، تو خود متن علی عزیزیان هم توی میگم یه کاراکتر موری که اضافه شد که اصلا داینامیک کل نمایشو عوض کرد، خیلی نقش داشت. یعنی آلموس که بهش گفتم بیا اصلا بنویسیم، بخوام که لیریکس ها رو علی نوشت، کار موزیکال و خیلی از مونولوگا توی شعر و ترانه ها گفته میشه، که گفت بابا ما که همه داریم همه کار با هم میکنیم، یعنی واقعا کارگردانی و تهیه کنندگی و نویسندگی everything is a group project. سو گفتیم حالا بابا جان، من فکر مطمئنم که شما همین الان مثل من کنجکاو شد، یک کمی از قصه را اگه میشه بگن بعد کمکی از مضمونه چیز زیادی نمایش. رو لو ندید ولی بگید. آره تو اونجایی که میشه آقای میبودی این چیز رو داره، این حسن رو داره که زیر زبان. سلام بر شما دکتر لاکویی، اراده قربان شما. به به دکتر لاکویی هم آمدن به استودیو و باعث افتخار ماست. منم رو خط رو خطی، معلوم رو خطی. خوش آمدی. همه چی آروم دیدی. اگه میشه فیلم هیچکاک گریزی. من حالا یه قسمت و قصه رو من دوست دارم بگم، یه قسمت چند میذارم که آقای کتانچی استادم بگم. اولم این چند تا کاراکتر کلیدی هن که در واقع نماینده جامعه ایرانی هن. یکی از کاراکترها که برای من رپرزنتیشن جامعه قلم به دست و روشن فکر و مثل شما خواهم سرش عزیز و شما قیمی بودی عزیز بود، یکی از اون کاراکتر هست که خیلی دوستش دارم که نقشش اتفاق افشین بازی میکنه. و یکی از کاراکتر ها که خودم بازیش میکنم سیماه، که شاید واسه من چالش برانگیزترین نقش بود که نوشتنش و دیولوب کردنش، برای اینکه من این کاراکتر رو خودم از نزدیک هیچ وقت تو دهه 80 ندیدم و اتفاقا کتابای خانم سرشا رو خوندم. که شما بهشون چی میگین؟ میگین روزنگار؟ یه اسم خوبی خودتون بعضی وقتا روزی نام نویسی که اصلا با دیت، یعنی اصلا من حتی وقتم خواستن اون زمان چه سوالی داشتن میرفتم تو اون روزها رو هی میخوندم. بعد یه جاهایی اتفاقا راجع به این که جوانای ایرانی با چی دارن دست و پنجه نرم میکنن، خانواده ها، هویتشون، خود جامعه که چجوری این جامعه هی میخواد به خودش شکل بده، آدم ها چجوری یک میکنن. خیلی من واقعا ازتون ممنونم، خیلی به من کمک کرد توی هم شکل دادن کاراکتر سیما و هم شکل دادن اون اتفاقاتی که تو اون برهه زمانی در دهه 80 که نمایش اتفاق میفته بتونم قشنگ باش لمس کنم اون لحظات و اینقدرم که قلم شما شیرینه و اصلا آدم میبره توی اون روزا. بنابراین از زمان قبل از انقلاب شروع میشه قصه؟ نه، از سال 1980 شروع میشه که زهره امیری که همسرش تیمسار ارتش بوده که تیربارا میشه با دخترش میان به الی. بله. آیکتان چی؟ من میگم چشم. من چیزی که میخوام در مورد تهران جلس بگم یه چیزی کلی میخوام بگم و یه چیز جزئی. کلیش اینه که تهران جلس هر کی این اسمو بشنوه توی در واقع امریکا یا کالیفرنیا خب اون منطقه رو بهتر میشناسه، ولی واقعا قصه مهاجرته. یعنی این میتونه در مورد کسایی که توی مثلا ایرانی هاین توی کلن، توی برلین، توی استوکهلم، هر جا باشه، توی سیدنی میتونه باشه. واقعا یعنی کاراکترهای جوری انتخاب شدن که برای همه افرادی که تو کشورهای دیگه هم برای همه مهاجرین جواب میده، صرفا برای لس آنجلس نیستش. ولی خب یه چیزی که بیشتر به لس آنجلس میخوره، این یکی هم خاص داره در مورد داستان، این که لس آنجلس ما که ایران بودیم همیشه وقتی میگفتن لس آنجلس یاد خواننده ها میافتادیم و خب یکی از کاراکترهای اصلی این کار در واقع خواننده ای که خیلی داشته اوج میگرفته تو ایران، یه دفعه انقلاب شده اصلا همه چیش ول شده، اومده اینجا هر کاری لازمه بعد بکنه برای اینکه فقط بتونه اموراتش بگذره. امیدوارم که چهره واقعی لس آنجلس رو در این نمایش ما ببینیم و این چیزی که اصطلاحی که من فکر میکنم به دادگزارش لس آنجلسی رو به عنوان یه چیزی کار مبتذل. بله 100% اصلا جمهوری اسلامیه و بعد خب خیلی از اصطلاحات و یا حرف هایی که زده میشه
و از اون طرف این ارتش سایبری جمهوری اسلامی میفرسته این ور، یه عده زیادی با بدون مسئولیت یا بدون درست. فکر اینا رو تکرار میکنن. و من یکی من شخصا یکی از کسانی بودم که در تمام این سالها خواستم به مردم دیگران بفهمونم با نوشتم با حرف زدنم که لس آنجلسی اصلا چیز بدی نیست. اون که میخوان نشون بدن که بگن یه گروه آدمای مبتذلی بیکاره نمیدونم فلان ولان چون درجه 3 این کارا رو دارن میکنن نیست. لس آنجلسی شهری است که اگر هنرمندی بخواد موفق باشه باید اینجا مورد قبول قرار بده. تو لس آنجلس از اینجا میتونه بالا بره. یه مفهوم منفی داشت آره. لس آنجلس ولی واقعیت اینه که تو این شهر ایرانی ها او هزارها کار تولیدی انجام میدن، کار فکری انجام میدن. شمار زیادی از برجسته ترین تکنوکرات های ما تو این شهر هستن. چندین مؤسسه و نهاد عظیم تولیدی، صنعتی، فرهنگی، هنری داریم. انجمن های متعدد داریم. ایرانی ها موفق شدن بخش های از شمار زیادی از محلات غیر فعال رو فعال میکنه در همین شهر. همین خوانندگان و ترانه ها و موزیک هایی که در لس آنجلس پخش میشد که در ایران جمهوری اسلامی سردش بگه اینا مبتذلن لس آنجلسی ان، نوارهاش سوار شما که میدونید با آقای بیبیان هم آشنا بودید، نوارها این ویدیو کاست های قدیمی سوار الاغ روی خورجین الاغ در شهرها و شهرستانها دست به دست میگشت که مردم بهش توجه کنه. من فکر میکنم اتصال موسیقی و هنر و سینما و در که در صدور انقلاب در موقع وقوع انقلاب قطع شد، یک جوری لس آنجلس پلی بود که اون من اون زمان رو به این زمان وصل بکنه و حفظ بکنه و حفظ بکنه. تمام خوانندگان، تمام کسانی که اینجا کار میکردن، رسانه‌هایی که درست کردن، تلویزیون درست کردن، رادیو درست کردن، اینا همه کسانی بودن که کمک کردن جامعه مهاجر ایرانی، ایرانی بودن خودشو فراموش نکنه، حافظ این فرهنگ و هنر باشه تا این بچه‌های جوان، دوستان جوان ما برسن از راه و به هم دیگه وصل بشیم. زبون فارسی رو حفظ کردن چقدر مهم. خیلی چقدر استاد ایرانی داری. من یادم وقتی اومدم اینجا یه آیه تبلیغاتی میشد، یه خانم آمریکایی بود، فکر کنم یهودی بود یا همسر ایرانی داشت، این تنها وکیلی بود که به امور مهاجرت یادم میاد. امروز 7-8 هزار تا وکیل ایرانی فقط داریم تو این فاصله نیست. بله نکتا وقت مال کدام زبان کدام محله منطقه است نکتا؟ فکر میکنم به دلیل نام فامیلش فکر من باید تهرانی باشن. نه یکم بالاتر. بالاتر برید به سمت شما مازندرانی. تقلب گرد دیگه خانم سرژنگا به من رسون در توی داشون دیگه دیگه بابا مازندران مازندران برگشتیم سراغ دوستان عزیزمون. شما داشتین در این فرصت کوتاه تعریف میکردید که حدود 15-16 تا رو صحنه هستین، 5-6 نفر هم پشت صحنه و یه گروه 20 نفره تقریبا. دمتون گرم. گروه بزرگی هستیم، 5 تا دنسر داریم، 4 تا میوزیشن، کلته یکیش علی عزیزیانی که بازی هم میکنه، دوست علی، آرگین و کوشا گروه موزیکن که درام و فلوت و بیس و گیتاره. گروه بازیگران فریده کاکاوند، محسن عبداللهیان، من به ترتیب ورود همجوری نگم، افشین کتانچی، جنویف جوی، علی عزیزیان، شامیرام و من که هفته این بازیگر. گروه دنسرمونم با کوریوگرافی ارن 5 تا دنسر، 3 تا دختر، 2 تا پسر. و گروه تولیدمون پروداکشن دیزاینرمون نازنین بختیاری، پروداکشن منیجر و گرافیستمون شیرین دقوقی، دستیار کارگردان سارا نیک و همه دختر دستیار تهیه بله رخساره. چقدر انشالله که خداوند اجرشون رو در عاقبت رو این همه بازیکن و هنرمند روی صحنه، این همه پروداکشن گروه، واقعا باید
البته جامعه ایرانی واقعا هر نمایشی، هر رویدادی که روی صحنه میاد استقبال میکنه ازش. یکی از ویژگی های لس آنجلس، شهر دیگه اینطور نیستن، یعنی سالونا رو تقریبا به هر فرم که شده پر میکنن. و من شک ندارم که برنامه شما چندین بارم تکرار میشه در لس آنجلس. هم خواهش میکنم تشریف بیاریشون، ولی بعضی رفتن به اورنج کاتی آسون نیستش. چرا تو آخرت افتادی؟ آخه دیگه دیدم اجرشون که اینجا که نمیتونم بگیرم، اجرشون گفت یک در اینجا صد در آخرت میگه. امروز حاج منصور رضی که مداح حضور حسینی است و اینها، گفته که قاسم سلیمانی بعد که رفتن بعد از کشته شده مشاور حضرت زهرا. من حساب کردم 1402 سال از درگذشت حضرت زهرا میگذره، برحال نقش مشابه رو پیدا کردم. الان به آخرت یادم تو این چند سال نداشتن ایشون مشابه میشه، تنها مونده بود اونجا منتظر قاسم بود. شما معنی ناکتور از من پرسید، منم یه معنی یه چیز آلمانی رو از شما بپرسم. شاین بام یعنی چی؟ شاین بام، آها، بام که میدونی یعنی درخت، شاین هم یعنی درخشش، درخشش آفرین، یعنی درخت درخشان. این فامیل بانویست که شد رئیس جمهور مکزیک. بله بله، رئیس جمهور مکزیک، مکزیک شد. بله، خب یک خبر شخصیت یه فیزیکدان درجه یک از یه خانواده ای که پدر و مادر هر دو اونا هم دانشمند، برادرش هم همینطور، و بعد پدرش از خانواده ای میاد که از بازماندگان هولوکاسته. بنابراین مکزیک برای نخستین بار یک زن دیواری رو شکسته که هم یک زن رئیس جمهور شده و هم یک زن یهودی تبار. و این برای همه ماهایی که امیدواریم یک روز برابری برای زنها در دنیا به وجود بیاد یه خبر خوش بود. امریکا هنوز داره برای این گام لنگ میزنه. هم کانادا، بله، با نخست وزیر زن نداشت. نه، اینه که بعد از مکزیک یاد بگیرن تقریبا. نیست؟ بله، صد درصد. خب حالا من یه سوال از شما دارم. بفهمه، سخت نباشه. سخت نباشه. کسی که خواباشو دور میریزه چی رو از دست میده؟ امید. به چی؟ امید به زندگی. آرمان؟ نه. خواباشو دور میریزه؟ آره، امید به آینده. امید به آینده. به همین زودی یادمون رفت، دو دفعه هم تکرار کرد. آخه چون من خوابم دور نمیریزم، گفتم به درد من نمیخوره. من میخواستم بگم خانم شاینبام رویاهاشو هیچ وقت دور نریخت. نه نریخت. ما رویامون برادوی تهران جلوس، من برادوی همینجا رو رادیو اعلام میکنم که همه بشن. تنها کس که رفته برادوی چیه دیگه نیست؟ بعد توزیه هوشنگ توزیه. بله، البته چند تا هنرپیشه جوان ایرانی هستن تو برادوی. نه، رامین از لاست نمیشون یادم رفته که فانتوم آف ده اپرا رو بازی کرد. توی ما پسر کیم رفت؟ پسر فوت کرد، آخ، عبدی. بله، ولی تا حالا ما تو برادوی افغان استوری داشتیم، دومینیکن ریپابلیک استوری، مکسیکن استوری، چاینیز، کوریان استوری، نیور وی هاد پرشن استوری. و امیدوارم که این اتفاقی باشه که واقعا یه قصه ایرونی هم بره تو برادوی موزیکال. چقدر داری؟ ببینم آشکتا جی، هیچ به فکر مثلا ساخت فیلم و اینها نیفتادی اینجا؟ مثلا فیلم ساخت فیلم چرا؟ ما با توی کرونا شروع کردیم با بچه‌ها کار کردن، همیشه به فکرش هستیم. مخصوصا نه کار کردیم بچه‌ بره شوراهاشو. نه، ما یکی دو تا کار توی وضعیت اون موقع کرونا با بچه‌ها ما ساختیم. آره، در واقع هر کسی تو خونه خودش، ولی یک مجموعه رو آوردیم بیرون. نمیدونم دیده بودین شما؟ نه ندیدم. نه، ولی همیشه به فکر آلوده. شما هم تو حتما هست نیست؟ تو فکر فیلم؟ آره، تو فکر سریال خیلی هستی. هستی؟ علی عزیزیان آلودم ایده علی بود. بله. یه ایده بر اساس آلوده سریالی. من حتی یه چیزی قبلا هم بودش که اونم اسمش، حالا سریالش فعلا ساراست، که بعد نشستیم یه برین استورم من و افشین و علی کردیم که سریال سارا رو ما در واقع داشتیم اونو کلید زده بودیم که این داستان شروع شد. آره، و مضمونش چی بود؟ سارا، سارام داستان یه دختر ایرونیه که میاد امریکا و تحصیلی اومده، دوستش پولی که خانه‌اش فرستادن رو میخوره و این چی
has to find a way to live here. اینو دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. به خاطر کاپی‌رایت. کاپی‌رایت. یه کمکم از پیمان معادی بگیرید، شنیدم که دست جوانای هنرمند میگیره و خودش هم اینجام هست که میره اصلا زاییده، یعنی بزرگ شده آمریکاست، میاد میره. و علی افشاری هم نتفلیکس خیلی کار میکنه. علی خیلی اگه از اینجا سه مورد سال یه فیلم میسازه. آره. هر سال یه فیلم داره علی. بله. نتفلیکس کار میکنه. آره هر سال یه فیلم داره. نتفلیکس هم خب خیلی آسانگیره نتفلیکس. بله. مشکلی نیست و آخه یک جنس جور میکنه. چاه ویل هر چی که توش بریزم پر نمیشه، اینی که مجبور بگیره همه چیزا رو. یعنی جنس جور میکنه، بعدم اون مقررات سابق هالیوود رو نداره. مثلا دستمزد نمیده، یعنی چی درصد نمیده، یه فیلمو میخره بودجاش میده خداحافظ، دیگه شما ادعایی ندارید روش. اچ پی او هم اوکی مگه؟ اچ پی او من فعلا یونیورس داریم. نه شما که الان باز میشه براتون، یعنی راه باز میشه براتون. ولی ما با این نیت هیچ وقت چون کار نکردیم، من میگم که آدم چرا خودشو محدود کنه به اون چیزی که فکر میکنه، فکر محدود من میخواد تصور کنه. ما همیشه دلی رفتیم جلو و خودمون هپی بودیم. و حالا چه شما راجع به لس آنجلسی گفتین، ما اتفاقا علی چنل یوتیوب داره اسمش از لس آنجلسی که خیلی از کارهای آرتستیک و فانی که میکنن تو اون چنل، و دقیقاً همین موضوعی که شما میگفتین بود که انگار که میخواستن اول کوچیک کنن این واژه لس آنجلسی رو میگفتن. و من خودم بعدن که اومدم، من ایرانی بودنم و دوباره تو لس آنجلس پیدا کردم. من تا 4 سال اصلا نه دوست ایرانی داشتم، نه میخواستم یک دونه ایرانی ببینم، انقدر که با تراما از ایران سفر کرده بودم. و تو انگلیس هم که بودم اون کامیونیتی که اینجا هست نبود و ذره ذره هیل شدم و اصلا با فرهنگ خودم اونطور که هست، بدون سانسور، بدون تمام اون دروغایی که تو جمهوری اسلامی گفته بودم، با اهالی قلم، با اهالی ادب، من ایرج پزشکزاد تو لس آنجلس دیدم. یعنی اصلا انقدر بر من لس آنجلس افتخاره و لس آنجلسی بودن که توی قصه تهرانجلس هم ما قصه رو از نگاه خودم که بخوام بگم مالا به من نویسندش روایت کردم، این بوده که یک گروه تمامم گفت مرمر میشه، یک گروهی که دهه 80 به اجبار اینجا سفر کردن، یک فضایی رو ساختن با همه سختیاش، و یک اوماژی هم واقعا این وسط باید به ایرانیای یهودی لس آنجلس داد که هم بسیار ویلکامینگ بودن، بسیار جنرس بودن و بسیار هنردوست. یه فضایی رو ایجاد کردن که بعد الان یه ایرانی میاد همینجا کار داره، همه چی هست، آماده است، میدونه کجا بره. یکی از دوستان ما 9 ماه تازه از ایران اومده تو گروه وارد شده. اصلا فکر این که دهه 80 یکی از ایران بیاد امریکا 9 ماهه بتونه توی گروه تئاتری باشه، ممکنه. کارم داشته باشه، اقامتش، همه چیش، همه اینا رو یه گروهی پشت ما اومده، الان ما رو شونه های اونا ایستادیم. و واقعا در کل تهرانجلس یک اوماژیه به ایرانی که دهه 80 اومدن رادیو و تلویزیون زدن، یلو پیج رو زدن، این جامعه رو ساختن، تهرانجلس رو شکل دادن که ما امروز راحت بیم جا کار کنیم و آرزوهای بزرگ داشته باشیم. میگم به اقلیت‌ها که نگاه میکنید، اگر نسل جب نسلی که به سر نسل دوم سومی که در اینجا به دنیا میاد اینجا بزرگ میشه یا در هر کشور، اگر برگشتن به پدر مادرشون، به جامعه خودشون، مطمئنشون جامعه موفق بوده. اگر راهاش کردن رفتن دنبال خودش. این جامعه ایرانی الان به جایی که بچه هایی که فارسی هم بلد نیستن برگشتن به جامعه ایرانی، یعنی پس یک جامعه کارش رو درست انجام داده. بله. کارش افتخارآمیز بود و یعنی بچه ها فرار میکردن ازش. همون دورای دهه 80 امریکاییایی که خب باشون آشنا شده بودیم و بالاخره ما گیج و منگوی که اینجا چی کار داریم میکنیم، یه عده زیادی منتظر برگشت بودن اینها. امریکایی‌ها با ماها که آشنا شدن، در خونه ایرانی‌ها باز شد روی امریکایی‌ها، اومدن معاشرت کردن باشون، به ما میگفتن که ما از شما یه چیزی یاد گرفتیم که خود جامعه امریکایی نداره. گفتیم چی یاد گرفتید؟ گفت فامیلی والیو، ارزش‌های خانوادگی. شما بچه‌هاتون رو جمع می‌کنید دور خودتون، نمی‌ذارید برن، میان، میرن، شب دور هم جمع. ما بچه‌هامون 18 سالشون میشه، طاقتمون نیستش که برن. اصلا برن دنبال زندگیشون فکر می‌کنیم مثلا یکی از بهترین تصمیم‌هاست که می‌تونی برای بچه‌های جوان خانوادت بگیری. در نتیجه اینی که الان نکتا داشت میگفت، یه
فصل مشترکی یا یه هپی میدیوم این وسط بین جامعه امریکایی و جامعه ایرانی پیش اومد که در این حال که ما از جامعه ایرانی یه چیزی یاد گرفتیم، یه چیز متعادل این وسط شد، جامعه امریکایی هم فهمید، متوجه شد که این جامعه مهاجر ایرانی با بقیه جامعه مهاجر فرق میکنه، یه ارزش هایی برای اینها نهادینه است که میتونه کمک بکنه به جامعه امریکایی. الان بچهای جوونی که اینجا بزرگ شدن، درس خوندن، دارن کار میکنن، اغلبشون دوستای امریکایی دارن و این دوستای امریکایی عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستن، خیلی هاشون، برای اینکه از نزدیک میبینن اینو. و خب سخت بود اولش، ولی الان روی این غلطکی افتاده و یک اعتبار خیلی زیادم به نظر من باید داد به انقلاب زن زندگی آزادی. خیلی خیلی در اون تظاهرات و اجتماعاتی که ما جمع شدیم در اون هیجان اون آغاز اون انقلاب، بچه های جوانی رو میدید که اصلا حاضر نبودن بیان بشینن حرف بزنن، به فارسی حرف بزنن یا راجع به ایران حرف بزنن، همه به ناگهان توجهشون به طرف ایران جلب شد و موندن، هنوز موندن. این چند روز پیش داشتم این فستیوال کن رو میدیدم، هزاران نفری که از جا بلند 14 دقیقه برای رسولوف کف زدن، احساس میکرد داره مردم ایران دارن کف میزنن، بیدونی همچی حسی به من داد و فوقلاده است که نشون میده که هم یا امروز برای توماچ سالی در نروژ ببینید چه کردم. یعنی واقعا در هر زمینه تو این مدت، مخصوصا بعد جنبش زن زندگی آزادی، زندگی ما هم زیر ذره بین بوده، هم خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده خیلی کمک کرده به اینکه جامعه جهانی هم درد ما رو بفهمه، هم تصمیم بگیره پشت سر ما بایسته. جامعه جهانی رو که گفتین آقای میبودی، اجازه بدید من یه قائل به یه تفکیک بشم این وسط. جامعه روشنفکری، جامعه تحصیل کرده، جامعه فرهنگی خارجی قدر ایرانی ها رو میدونه، میگه رهبران ولشون کنید، رهبران دنبال منافع خودشون هستن. ولی این همه اتفاقاتی که میفته، از جایزه نوبل که بگیری، از جایزه هاول که بگیری، از جایزه کن که بگیری که به ایرانی ها دارن میدن، اینا گروه هایی هستن که تحصیل کردن، باشورن، فهمیدن، دنیا دیدن، روشن فکر به معنی واقعی هستن و اینها هستن که دارن قدر جامعه ایرانی رو و قدر هنرمندانشون و نخبگان جامعه ایرانی رو میدونن. اگر که رهبران جهان هم به همین اندازه گشاده دست بودن، به همین اندازه فکر میکردن به آینده و سرنوشت مردم ایران، وضع ایران اینجوری نبود که الان هست. اونا به فکر خودشونن، رهبران به فکر خودشونن. تشکر، چه روز خوبی بود، فوق‌العاده بود. بچه های نازنین، کاش همه تون اومده بودی. هممون هم میتونیم بیاییم. راستی بگیم کجا میتونم برم ببینم. آره بگیم چرا اجرامونو میتونین تو هادسون تیاتر در 9 جون، 16 جون، 23 جون ببینین و تیکت هم در hollywoodfringe.org تهران جلس سرچ کنین میاد بیرون. کلا اصلا فکر کنم الان تهران جلس بزنین تو اینستاگرام یا تو گوگل انجین میاد بالا و میتونین تیکتتون رو بگیرین. دیگه چه خواهی سا تماشات چه امریکایی هست؟ نمیدونم، فعلا که نست داریم میریم، یعنی نست بار بیشتر باشه امریکایی. ما واسه آره ما سعی کردیم تا میشه دوست داریم که امریکایی قصه ما رو بشنون و جوان ها خوبه دیگه، جوان که فارسی حرف میزنن باید بیان ببینن. و بعدم بلیتش هم سریلانکاییه ها، 45 دلار. بله بعدی جشنواره یه دیگه. تازه به من گفتن خیلی زیاد و اینا، گفتم بلیت ما گرون‌ترین بلیت الان، گرون‌ترین بلیت جشنواره. ولی خب ما بزرگترین پروداکشن جشنواره هم هستیم در ضمن. و دوستم آخرش واقعا به تمام کسی که این برنامه رو گوش میدن بگم که حتما کتاب روایت ماندگاری و در کوچه های قربت رو هم از طریق وبسایت خانم سرشار میتونیم بخونین. همین کتاب فروشی همه دارن، کتاب فروشی مختلف دارن. این کتابو بخونین به خاطر اینکه میتونین لحظه به لحظه ببینین چی شده که اونجا اومدیم، به جامعه‌ای که اینجا داریم افتخار کنیم. من خودم متعلق به الی میدونم، لس آنجلسی ام و می تو بعد دیدار همگی در تهران جلس 9 جون 9 جون 16 جون، 23 جون و 30 جون در ایروان باکلی. بله ماها رو هم میبینید اونجا، آقای میبودی هم میبینید در یکی از این اجراها، منم میبینید در یکی از اون اجراها. افشین جان
صحبت آخر. کلام آخر. آره. دو دقیقه مال شما. من کلام آخرم واقعا تو بخش قبل من گفتم لس آنجلس، در واقع ما وقتی که ایران بودیم تشنه موزیکایی بودیم که از لس آنجلس میومد. واقعا دوست داشتم اون موقع که صحبتی که من دارم کارم موقعی بود که هنوز خواننده‌های ایرانی شروع نکرده بودن که کار بدن بیرون. حتی بعد از اینکه سالها بعد از اینکه خواننده‌های ایران هم اومدن یواش یواش اجازه دادن، اصلا همه دنبال اون موزیکی بودن که از لس آنجلس میومد. حالا موزیکای مختلف داره برای طبعای مختلف، همینجور که ما تئاتر انواع تئاتر رو داریم، یکی میره یه تئاتر مثلا تو ایران میره گلریز رو میبینه، یکی میره تئاتر شهر رو میبینه، ولی همشون مشتری خودشون دارن، همشون کار هنری ان و قابل ارزش هم به نظر من قابل ارزشه. همین که یک کسی وقتش خودش رو بذاره بره یک تئاتر ببینه تا اینکه بخواد بره مثلا نمیدونم مواد بکشه، یعنی که داره راه درستی رو داره میره. همینجور برای موزیک. و در مورد لس آنجلس میخوام بگم، من از تقریبا از اوایلی که اومدم لس آنجلس عاشق لس آنجلس شدم. واقعا حمایت مردم لس آنجلس رو همیشه قدردانم. همیشه هر کاری کردم تماشاچی اومده خوب نشسته. ما یه کاری اینجا کردیم مرگ و دوشیزی که میگفتن آقا هیچ که نمیاد، دیدیم با اومدن خیلی اصلا شاید از بهتر از تهران به خدا اومدن نشستن دیدن و لذت بردن. بعد فهمیدیم که اشکال از ما بوده نه اشکال از مردم. اومدم اگه مشکلی باشه اشکال از ماست. و واقعا خیلی تشکر میکنم و خیلی قدردان مردم لس آنجلس هستم. همش موفق باشید، موفق تر از گذشته. مرسی. بهم میگن هنرمند قدرشناس نیست؟ بله. نه واقعیته. همینه. تشکر اوما جان، خیلی سپاسگزار. مثل همیشه من از شما ممنون. فوق‌العاده بود. از مهمونای عزیزمون ممنون. سپاسگزارم از شما، رادیو همراه و دکتر هلاکویی عزیز که واقعا یکی از همون ایرانی بودن که یک دری رو باز کردن برای ایرانی اینجا و داخل ایران به. که بخوان زندگی بهتر، روان بهتر و زندگی سالم تری داشته باشن. تشکر. متشکرم.